مشکلاتی که باعث میشه جوانا به خارج از کشور پناهنده شود، حداقل در افغانستان دو مشکل عمده است، یکی مشکلات امنیتی است، یکی دیگه هم بیکاری و فقر است. زهرا نبی هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. به نظر من مشکلات جوانان تا جایی که من میبینم بیشتر برمیگرده ای که به مشکلات اجتماعی برمیگرده، مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی را در کل اگه ببینیم. قسم که شما میبینین حتی جوانان وقتی که به کشورهای دیگه میرن مهاجر میشن، در اونجا حتی از کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، دیگه کشورها هم جوانانشون مهاجر میشن. اونا رو میبینین که به تحصیل ادامه میدن، به تحصیلات علاقه دارن، اما جوانای افغان بیشتر میبینین که به کارهای پاکاری و کارهایی که شاقه باشه و پول به دست بیاره. یگانه دلیلی که جوانا رو به مهاجرت مینه یا به خارج از کشور سفر میکنن، مهاجرت میکنن، دلایلش ناامنی، بیکاری، فقر، امین است. دلیل عمده از این بیکاری است و بیکاری هم میفهمیم که از چی به وجود میایه، چون خود ما میفهمیم که در افغانستان زندگی قسم شده که تحصیل کرده ها هم بی سواد هست، یعنی بیکار هستن، و کسایی که بی سواد هستن خونه بیشتر بیکار هستن، و امی فقر مشکلات باعث ازی میشه که جوان ها بیشتر به مواد مخدر رو بیارن، و یکی به مواد مخدر رو میارن نیمشان در داخل کشور به مشکلات دیگه شهروندان روبرو میکنن، و نیم ایده دیگه شون هم به خارج از کشور سفر میکنن. برخورد کشورها با مهاجرین معمولا برخورد خوبی نیست. ما در ایران و پاکستان شاهد برخورد بسیار بد کشورها با مهاجرین افغان هستیم. در ترکیه همچنان ما شما شاهد مذاکرات نفسگیر دولت افغانستان با دولت ترکیه بودیم به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین در ترکیه. همچنان در یونان در گذشته مشکلات بسیار جدی وجود داشت. پیام من بر کسایی که خارج کشور هستن، اونایی که درس خواندن، تحصیل کردن، اونا رو میگم که بهتر است برگردن به کشور خود خدمت کنن. چیزی را که در اونجا اگر پول را که پیدا میکنن، مقام و منزلت را که پیدا میکنن، در کشور خود ده برابرش را پیدا میکنن. اونایی هم که علاقمند تحصیلات نیستن و کارهای شاقه میکنن، همو کارا بیاین به کشور خود انجام بدن. یا مجبور میشن که به خارج از کشور مهاجرت کنن، و یا در کشورها مثلا در کشورهای اروپایی تا یک زندگی آرام، راحت و مرفه را داشته باشن، به اون کشورها مهاجرت میکنن. برخورد مناسب نداره، مثلا به چشم حقارت بینا میبینن. خارجی ها هم نیم از کشورها میفهمیم که ایران، پاکستان با مهاجرین ما برخورد خوبی ندارن، هم ازشون کار میگیره و هم وقتی که میفهمن که دیگه کار دادن نمیتونه، جوانایی هستن که واقعا به مواد مخدر آغشته شدن، با بعد از او با اینا رویه خوبی نمیکنن، و اینا هم مجبور میشن که قاچاقی به دیگه کشورهایی که میخواین، استرالیا و بعض کشورهای دیگه سفر بکنن. که خود دوست ندارم از یک کشورها برم به خاطر مسافرت یا تفریح، میشه اون مثل کشور ترکیه اینا برم، ولی به خاطر کار اجوگاهی نمیخوایم از افغانستان مهاجر شم. و پیام برای کسایی که از افغانستان رفتن مهاجر شدن است که بیاین دوباره وطنتان رو بسازین، وطنتان به شما نیاز داره. ما شما سیلی از مهاجرت های قانونی و غیر قانونی در سالهای اخیر به خارج داشتیم بر اساس آمارهایی که وزارت مهاجرین راه میکنه. دست کم بیش از 2 میلیون نفر در سالهای اخیر، در 5 سال اخیر به خارج پناهنده شدم. تمام کشورهای دنیا را برام ببینم، تمام کره زمین را برام ببینم، مسافرت کنم، بسیار واقعا علاقه دارم، ولی میخواییم زندگی در افغانستان داشته باشه، یعنی زندگی من در افغانستان باشه، اما میخواییم که حتما در تمام کشورهای دنیا مسافرت کنم. 4-5 کشور همسایه را دیدیم، میخواییم به تمام کشورهای مسافرت کنم، و زیاد زیاد علاقمند مصر هستم و علاقمند کشورهای آفریقایی. بیشتر آمریکا خودم دوست دارم، کشور آمریکا و کشور ترکیه را هم دوست دارم، و می خوایم به خاطر تحصیل می خوایم برم. اگر تحصیل خوب چون میشه دمی جنب بخونی، اما اگر بخوام زیادتر تحصیل بکنم در خارج از کشور برم، دوباره برمیگردم در کشور خود. دوست دارم که زندگی بکنم در کشور خود، آرام زندگی بکنم، کشور هم ما هم همسطح شو با کشورهای دیگه. یه بیشتر برام لذت بخش است واقعا.